درود. در این برنامه که در این کاخ زیبا اجرا میشه، کاخی که نسل‌ها نسل قبل هنرمندان و معماران ایرانی آینه‌کاری، گچکاری و نقاشی کردن، گروه سپیدار مینوازد. ساخته‌هایی از درویش خان رو که نابغه موسیقی ما در 100 سال گذشته بوده، البته با همون لباس‌های اون زمان، به همراه خانم هلیا بنده که با اقتباس از رقص‌های قاجار با قطعاتی هنرنمایی می‌کند.
سپاس از خانم هلیا بنده که رقصیدن و شما هم که اجرا کردن و خانم سهرم که لطف کردن جاشون دادن به جای ستار درویش خان که زمانی شاید دست ایشون بوده. خیلی متشکرم ازشون. خیلی متشکرم با ما هستی همگی و خب حالا داستان در این ستار و داستان‌های دیگه هست. شما قطعاتی از درویش خان رو انتخاب کردید تا اون حد که اصلا حتی اون لباس هم پوشیدین به اینجا. این داستان چرا درویش خان انتخاب شد برای این اجراها؟ درویش خان وارث موسیقی ردیفی ایرانیه. خیلی خلاصه بخوام بگم شاگرد اساتید بزرگی مثل میرزا عبدالله و آقا حسین قلی پیش درآمد موسیقی ایرانی اضافه کرده. بعدی که از دربار میاد بیرون اولین کلاس موسیقی بانوان رو راه میندازه، موسیقی فاخر رو میاره بین مردم. یعنی موسیقی درباری رو چون زمان موسیقی اصلا ناب در خدمت دربار بوده، یعنی موسیقیان دربار. مال چه زمانی بوده؟ کدوم پادشاه میدونید؟ من ترس کنم که اواخر احمدشاه بوده دیگه. بله 1293 هم سفر میکنه به تفلیس به همین شهری که برای ضبط کردن. بله دقیقا برای حضور ما هم به همین دلیله. جالبه که داستانها داشته درویش خان، خیلی شخصیت جذابیه، خیلی یاغی هم بوده. بله جالبه براتون بگم که درویش خان در خدمت دربار بوده. به هر حال تصمیم میگیره بیاد بیرون از دربار، عواقب بسیار سختی داره این تصمیمش و ولی ترکه میزدن، چوب میزدن، میکشتن. جدی میگی؟ بله. پس چطور جون سالم به در بود از این ترک دربار؟ جالب بدونید که شاگرد درویش خان استاد ابوالحسن سبا است و پدر ایشون وساطت میکنه و باعث پدر سبا بله استاد. خیلی روابط عمیقی با دربار داشته و باعث میشه که نجات پیدا کنه. میگه آقا اینو ولش کنید، درویش رو ولش کنید. ولی درویش استفاده میکنه از این موقعیت، میاد بین مردم، موسیقی فاخر رو میاره بین مردم و خودش هم درد و رنج مردم و حتی شادی مردم رو تو موسیقیش انعکاس میده. و این خاصه کار درویش خواهی، این حس دربار به مردم یعنی عوض میشه. بله. وقتی اومد بیرون یعنی چیکار کرد؟ بین مردم میرفت میزد، اجرا میکرد. بله. چیکار میکرد؟ اصلا اختلاف از اینجا شروع شد که برای اولین بار یک مهمونی بیرون از دربار ساز زد درویش خان. از اینجا شروع شد و بعد هم دیگه خودش این لذت هنر برای مردم پی برد و از اینجا به بعد دیگه تصمیم گرفت که فرار کنه. شده. و درویش خان متعلق به زمانیه که اصلا موسیقی ایران تحول پیدا کرد، تجدد وارد شد، نوگرایی. درسته شعرهای دیگه حافظ و شاید شعرهای قدیم رو استفاده نکردن، من که شعرهای بهار بود. این داستانش چی بود؟ ما تو دوره تجددیم، هم دربار داره ضعیف میشه، هم خب اینو میدونه که دربارم داره ضعیف میشه. همه این عوامل دست به دست هم دادن و میاد توی جامعه‌ای که ارتباطش با غرب هم داره بیشتر میشه. ما دوره اواخر قاجار دیگه. بله دقیقاً. من تو این اجرا سعی کردم که زاویه رو طبق تصور خودم و خلاقیت‌های خودم و گروه هم نزدیک‌تر کنم به کار خود درویش خان. بله. و واسه همین ستار هم اینجا داریم که یه قطعش خواهین نواخت. بله. ستار خیلی جالبیه که دو دله، شبیه تار هستش. چه دسته سنگینی هم داره. بله. این مال کلکسیون خصوصیه که انگار زمان دست درویش خان بوده. بله این جور ستارا رو دو دل برای صدای خوب نمی‌ساختن، برای اساتید خیلی برجسته و مطرح می‌ساختن. ساختنش هم خیلی سخته، از کدو گهگدایی می‌ساختن، ولی ما پیدا کردیم که می‌بینی که بله از ترک‌های چوب شکل دادن و اینو ساختن. بسیار با سپاس از فرشاد صارمی و عمران فروزش که همراهی می‌کنن و همینطور خانم معصومه مقدسی که ستار بم می‌نوازد و خود آقای ابوسعید مرزایی که تمام ستاره و تنظیمان انجام مشکل. شما از خانم سحر زیبایی میخوام که بیان بشینن و آهنگ بعدی رو اجرا کنن. آهنگ باد خزان. باد خزان خواهش می‌کنم. چهره گل نهان شد، طلای
خون روان شد.
از باد سبا شده در چمن چهره کشا. الا ای سنم بر خدا زفرد تو رو به در ندیده بود چهره پری نهفته کند جلوه گری تو چون از پری زیبا تری پرامینه جل سر کسی هرگز بود پیچه زدن روی گل پرده برفتن تا شود پرده نشین روی گل به سوز دل عهد صفا به عشق و به مهر و به وفا در چمن چهره شام الا ای سرم بر خدا زفرد تو رو به در کن زفرد تو رو به در
سپاس از خانم هلیا بنده خیلی که از هلند اومدن اینجا در این کاخ که دارن بازسازیش میکنن. ایشون مهندسشونه که مهندسش اینجا نشسته و این برنامه‌ای بود که در آکادمی هنر گرجستان که زمانی کاخ آرشگی بوده برگزار شد. برنامه رو میرسونید بدون شک به پایان. با سپاس از شما. خیلی ممنون.